توافق ایران و پنج به علاوه یک همچنان تیتر یک رسانه های جهانه بیننده برنامه ما باشید سعی میکنیم که بحث خوبی رو با میهمانان برنامه داشته باشیم اکی. سعی کردن خالی که به جایی نمیرسه مقام معظم خیلی سعی کرد که جام زهر رو نندازه بالا ولی سعی کردن با دست خالی به درد عمه بالا مقامشون میخوره بیننده عزیز من خودم مقدمه رو خدمتون میگم دو تا مهمون داریم تو این برنامه یکی کوه مرام و معرفت و استراتیجی دارنده گواهی نامه پای یک بین تکتاز گردنه های پیچ و با پیچ حراس با ترلی سنگین بار میرگرد شب بدون چراغ در دقه کسی که 150 کیلو دو ضرب میزنه بدون دو پیک هر کم میخواد بیاد آزمایش کنه کسی که رو کردنی که خودش زده هد تو دروازه مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزا بهادر عرض میکردم بله میفرمودن که تو عین مداد پاک کنی که به خاطر اشتباه دیگران خودتو کوچک میکنی میفرمودن که تو تو رفاقت عین خط سفید وسط جاده ای که تیکه تیکه میشه ولی بازم پا به پای رفیقت میاد کوچیک آقایان ما کی بودیم تشویق دوستان ما رو به اینجا رسونده اما اون یکی مهمون چقدر وقت داریم دوستان پنج دقیقه خب بریم نمیخواد اه... جایی بری نه ترس بابا این یه دقیقه معرفی نداره این مشنگ رو من میشناسم این آسفری مشنگ ملقب به ابوالهول نظامه دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلسه آوردمش ببینیم ما چی میکشیم توی این کلاس استراتژی که باید به اینا حرفانی بکنیم یه چیزی اون بسیجی دهنگشاده روزی که رفت تو کمیسیون سیاست خارجی مجلس ذوق زده شد او با گفت من همون هم که تو شلوغی ترافیک گفت حالا که خر تو خره منم پرایدم بهش گفتم بازم لاستیکو زدی به جدول پراید کجا بود تو فوقش فرقونی هستی که تو شلوغی خودتو جیان جا بزنی حالا محکم بشینین این میخواد حرف بزنه آسفری یه دو جمله دو جمله بیشترم نها در مورد مذاکرات اتمی توضیح بده که صورت مسئله چی بود مذاکرات به کجا رسید ببینید یکی از موضوعاتی که ما بایستی قبل از این سال حضرت حالی بهش بپردازیم این هستش که در امریکا امروز دوچار یک پارادوکس شدیدی شدن اوه اوه افه کشکی رای واسه با داستان گیر کردنت رو پله برقی مجلس و اینجا واسه به تعریف میکنم ما که برق رفته بود سه ساعت رو پله برقی منتظر وایسده بودی که برق بیاد بتونی بیای پایین من سوال میکنم تو جواب بده تو هم یاد بگیر سر مذاکرات به بسیجی ها چی گفتی؟ با این استراتژی که جمهوری اسلامی با عنوان نرمش قهرمانانه پیاده کرد و اومدیم ما با طرف مقابل به ویژه گروه پنج به یک مذاکره کردیم امروز میشه گفتش که خیلی از جریانات و احزاب و دولت مردای امریکا و حتی کنگره امریکا خل اصلاح شدن در مقابل این استراتژی که جمهوری اسلامی ایران با عنوان نرمش قهرمانان در مذاکرات دنبال کردن یعنی چطوری؟ طرف مقابل دیگه هیچ چیزی رو برای گفتن نداشت در پای میز مذاکرات وقتی که صحبت میشد گامهای مثبتی که جمهوری اسلامی ایران برداشته میشد و بر می داره برای اینکه اون اعتماد سازی را برای طرف مقابل به ویژه کشورهای پنج بلاوی نشون بده از طرف دیگه مومینیم هیچ حرکتی توسط تیم مقابل و گروه مقابل برداشته نمیشه این یعنی اونا خرسلا شدن؟ ما هم به کار کردیم قدم برداشتن که سال جوف پا پریدیم جلو پایجام جام زر خودت هم میگی اونا هیچ کاری نکردن بعد اونا خاله سلا شدن چه جوریه؟ حالا واقعیتش که تو جلسه غیر علنی مجلس صحبت شد چی طرف غربی نگذاش جوهر این تفاهمنامه خوش بشه یعنی الان وضعیت ما چطوریه جمهوری اسلامی ایران با بمبست مواجه شده سوال جواب یاد گرفتی؟ میخوام بگم که حتی از این مشنگ میشه بحث کشید بیرون تازه دعوای دوتا جناح من نذاشتم بگه ها هم اینا دارن سر اونا کلا میزنن هم اینا دارن سر اونا کلا میزنن تو دیگه زیاد حرف نزن در مورد وضعیت نظام خیلی خلاصه وضعیت بعد از این ریزش ها تو سپاه بعد از اون داستان استفای دست جمعی تو مجلس و اینا میخوام بهتون بگی که چطوریه مثل اینه که ما یک ماشینی را داشته باشیم این ماشین سویج نداشته باشه روشنش کنیم یا ماشینی را داشته باشیم بنزین نداشته باشیم که داخلش خب بنزین نداشته باشیم این روشن نمیشه این وضعیت خلاصه نظامه که با کمک یه ابوالحل بهتون رسوندیم اما در مورد وضعیت مقام عزما نمیتونم فرمونه بدم دست این بابا چون که عقل درست نداره میزنه یه چیزایی رو خراب میکنه خودم در یه کلام خیلی خلاصه بهتون بگم که سفارش کردیم که قبل ایشون رو اساسی بزرگ درست کنن چون آرزوهای خیلی زیادی است که باید با خودشون ببرن تو گور این نمایندایی که داشتن استفای می از میدادن مقام عظما بهشون پیام داد که ترکم نکنین درکم کنین اونم گفتن بیشین بابا این که مال فیلم هندی دیشب بود به درد پشت کامیون هم میخوره تو هم حالت خوشه برای خودت <applause> خیلی ممنونم که همراه ما بودید وقت خیلی خدا